So brutal, the effort is worth it, but to compensate, he is probably nature's greatest artist. Grab a female's attention. Hello again, my lovely friends. How are you doing today? I hope you're all doing perfect. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلت خوب باشه. خوش اومدی به ویدیوی دیگه از آموزش زبان با مستند. امروز هم می‌خوایم دو تیکه رو بررسی کنیم از حیوانات خیلی خوشگل و بامزه. اصلا این مستند خیلی باحالیه، مستند Our Planet. تونستید برید دانلود کنید ببینید یه چیزایی راجع به حیوانا میفهمید، اصلا شاخ در میارید که چه جوری زندگی میکنن اینا و میفهمید چقدر اتفاقا باهوشن. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. فقط لطفا یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. Let's go. خب اول یه پریویو داشته باشیم از لغاتی که امروز قرار بررسی کنیم. Brutal، Privilege یک اسم، دال یک صفت، invisibility، compensate لغت خیلی باحالی داریم، defy. 6 تا لغت داریم. خب رو فقط ویدیو اول دیدیم، حالا ببینیم که چیا گفته شد. در رابطه با زندگی کانگروها داره حرف میزنه. To get to the top he must become a fighter. اینجا منظورش از یه بچه کانگروه که داره یواش یواش کانگرو، تلفظش میشه کانگرو، کانگروز ما میگیم کانگرو. خب کانگرو راجبه بچه کانگروه که چجوری بزرگ شه، چجوری باید زندگی کنه، چجوری یک جنگجو بشه، چجوری واسه خودش دوست دختر پیدا کنه، داره اینا رو توضیح میده. فایتر میگه برای اینکه به بالاترین درجه برسه اون باید اول یک جنگجو بشه. میگه the battles are so brutal that males need years of training to prepare. میگه جنگاشون، این بتلاشون، این کشمکشایی که دارن، جنگایی که دارن، بتل به معنای جنگه، بازی بتلفیلد اگه شنیده باشید، زمین جنگ. خب بتلز به معنای اون جنگی که با هم میکنن، جدالی که با هم میکنن. The battles are so brutal. میگه اینقدر بروتالن. بروتال به چه معنیه؟ بریم بررسی کنیم. Brutal یک صفته، خیلی لغت سختی هم نیست. Cruel, violent and completely without feelings. خشن، بیره، این میشه بیره، خشن و بدون هیچ گونه احساساتی، هیچ حسی. یعنی بروتال یعنی وحشیانه، خشن، بدون هیچ رحمی. برای مثال He was imprisoned in 1945 for a brutal murder of a 12-year-old girl. میگه که اون در زندان بود، او زندانی بود در سال 1945 برای قتل بیرحمانه یک دختر 12 ساله. خب A brutal murder of a 12-year-old girl. یکی دیگه The weather was brutal, hot and humid. یه معنی دیگه که بروتال میتونه داشته باشه به معنای ناخوشاینده، خب نه به معنی خشن. مثلا راجع به آب و هوا میتونی اینو بگی The weather was brutal, hot and humid. میگه هوا خیلی اذیت کننده بود، خیلی نامردی بود هوا، اصلا خیلی ستم بود. ما اینجوری میگیم هوا خیلی ظلمه، هوا خیلی ستم بود. Hot and humid خیلی گرم و خیلی شرجی بود دیگه، از هر کار میکردی عرق میکردی، مثل تابستونا که بری شمال. اینجا هم داره میگه این جنگ و جدال ها انقدر خشنن که نرها، میلز یا همون کانگروهای نر که بهشون میل میگن، need years of training to prepare. سالها تمرین نیاز دارن تا آماده بشن. To prepare. The effort is worth it. میگه تلاششون ولی ارزش داره. The effort اینجا تلاش is worth it. میخوای بگی یه چیزی ارزشش رو داره. It's worth it. این ایتو بعدش میارن. It's worth it. نمیگن it's worth. It's worth it. Come on, let's do it. It's worth it. خب ارزشش رو داره. خب It's worth it. ارزشش رو داره. The effort is worth it. یعنی که تلاش ارزشش رو داره. Because a champion fighter wins privileged access. حالا میگه چرا؟ میگه که because a champion fighter، به خاطر اینکه جنگجوی قهرمان، اگه کسی که قهرمان بشه، wins privileged access to the females. میگه میبره یک دسترسی برتر، دسترسی برتر به زنها، به جنسای ماده. اونجا خب برای اینکه بتونن مخ بزنن با هم میجنگن دیگه. خب خونه نداره یارو، بی ام دبلیو نداره که. میگه که because the champion fighter بود با هم بجنگن. میبره دسترسی یک برتر، دسترسی برتری رو نسبت به کانگروهای دیگه بزنها. حالا بریم پرویلیج رو بررسی کنیم. پرویلیج یک اسمه.
an advantage that only one person or group of people has, usually because of their position or because they are rich. میگه یک برتری که یک نفر یا گروهی از مردم فقط اونو دارن به خاطر اینکه یا جایگاه خیلی خاصی دارن یا اینکه پول دارن. خب برای مثال healthcare should be a right not a privilege، یا مثلا education should be a right، یا education is a right not a privilege. مثلا اینجا داره میگه که healthcare یعنی که رسیدن به سلامتی یک حقه، یک برتری نیست. یا مثلا میگه تحصیلات یک حقه که همه باید داشته باشن، education is a right not a privilege. اینجا healthcare should be a right منظورش اینه که همه آدم ها باید از این بهره ببرن، از این سلامت، اهمیت سلامتی، یعنی که بهشون برسن بهره ببرن. بیمارستان اینقدر نباید گرون باشه، کسی که پول نداره نباید مریض بمونه. خب نباید یک برتری باشه که فقط گروهی از مردم که توانایی مالی دارن بتونن بیمارستان خوب برن و فلان. اینجا منظورش اینه healthcare should be a right not a privilege، پس نباید یک برتری باشه. یا مثلا میگی I had the privilege of interviewing Picasso in the 1960s. پرویلیج میتونه به معنی افتخار هم باشه، یعنی من این افتخار رو داشتم، این برتری رو داشتم، این مزیت رو داشتم نسبت به اینترویوهای دیگه، کسی اینترویوهای دیگه که این کار انجام میدن که با پیکاسو اینترویو کنم. I had the privilege of interviewing Picasso in the 1960s. خب پس پرویلیج هم میتونه به معنی یک دسترسی برتری باشه، یعنی به عنوان یک چیز بالاتر، هم میتونه به عنوان افتخار هم معنی بده. اینجا هم میگه که تلاشش ارزش داره به خاطر اینکه یک جنگجوی قهرمان میبره یک دست اکسس میشه دسترسی دیگه، دسترسی برتری رو به خانم ها. خوش بالش. خب رفقا ویدیو اول بررسی کردیم، حالا بریم ویدیو دوم بشنویم و ببینیم ویدیو دوم هم بررسی کنیم. This small Japanese pufferfish is dull almost to the point of invisibility. But to compensate, he is probably nature's greatest artist. Grab a female's attention, he creates something that almost defies belief. خب رفقا ویدیو دومو دیدیم، حالا ببینیم که راجع به این ماهی چی گفت. Fortunately, this small Japanese pufferfish is dull. Unfortunately, یعنی که متاسفانه، this small Japanese pufferfish is dull. میگه که متاسفانه این ماهی، این ماهی پافرفیش، میگم پافرفیش، این ماهی پافر ژاپنی کوچک، this small Japanese pufferfish، از آخر به اول باید معنی کنی. پافرفیش که کلش یه عبارت یک نوع ماهیه، میشه پافرفیش ژاپنی کوچک. میگه متاسفانه این پافرفیش ژاپنی کوچک is dull. Is dull در رابطه با چی؟ منظورش چی؟ ادامه شو ببینیم. Almost to the point of invisibility. Almost to the point of invisibility. حالا این منظورش چیه؟ میگه متاسفانه این ماهی ژاپنی پافرفیش خیلی کوچیک is dull. Dull به چه معنیه؟ dull یک صفته. Not interesting or exciting. Boring. چیزی که جالب نباشه، هیجان آور نباشه، خیلی خسته کننده باشه. مثلا یه فیلمی رو می‌بینی یا یه حرکتی رو می‌بینی، that's so dull، خیلی خسته کننده است. It was dull. یا میگن he is dull. وقتی میگن یه نفری dull یعنی که یه آدم خیلی بورینگیه، خسته کننده ایه. خب خیلی لوسه، خیلی خسته کننده است. مثلا اینجا نگاه کن، many of the courtroom events were dull and routine. خیلی از اتفاقات courtroom، رخداداتی که تو courtroom بود، خیلی خسته کننده و بورینگ و روتین بودن. خب اور مثلا تو میگی dull movie، اور میگی the movie was dull، یعنی که فیلم خیلی خسته کننده بود، اصلا هیجان آور نبود، جالب نبود. حالا اینجا چی داره میگه؟ میخواد بگه که تاکید کنه که این ماهی چقدر کوچیکه. میگه که این ماهی پافرفیش ژاپنی کوچک is dull، یه چیز خیلی خسته کننده و مضحکیه. Almost to the point of invisibility. Almost to the point of یعنی که در چجوری بهتون بگم، almost to the point اینجوری میشه معنی کرد، تقریبا از نظر invisibility. Invisibility به چه معنیه؟ invisibility یک اسمه، شما invisible رو شنیدید دیگه، غیر قابل، این چیزی که غیبه، نمیتونی ببینیش. The fact of being impossible to see or not being noticed. میگه حقیقت یا اون فکتی که یک چیزی که غیر ممکنه دیدنش یا متوجه شدنش. خب He is invisible. اون نامرئیه. خب It became invisible. نامرئی شد. ناپدید میشه disappear. Disappear. Okay. میگه disappear.
ناپدید شدن میشه disappear. It disappeared. ناپدید شد. Invisible یعنی که یه چیزی که نامرئیه. ناپدید شدن با نامرئی بودن فرق میکنه. برای مثال اینجا ناکن. The bits of gold in the sand were small to the point of invisibility. اینجا هم داریم. To the point of که تو ویدیو داشتیم. یعنی چی؟ So small that they almost could not be seen. اینقدر کوچیکن که نمیتونی ببینی. میگه اون ذره های طلا، ذره های کوچیک طلا روی شن انقدر کوچیک بودن اللحاظ مرئی بودن که اصلا انگار که اصلا نمیتونستی ببینیشون. To the point of invisibility یعنی که so small that they almost could not be seen، یعنی که خیلی کوچیک بودن. رو کوچیک بودنش با این ترکیب داره تأکید میکنه. اینجا هم داره میگه این ماهی پافرفیش is dull، میگه یه چیز خیلی خسته کننده و پیش پا افتاده یه. Almost to the point of invisibility در رابطه با کوچیک بودن، میگه اینقدر کوچیکه که اصلا کوچیک بودن و نامرئی بودن برایش یه چیز مسخره است. یعنی هم چیزیه فکر کنم. But to compensate به چه معنیه؟ compensate یک فعله. To provide something good or useful in place of something or to make someone feel better about something that has failed or has been lost or missed. یعنی که یه چیزی رو فراهم کنی، یه چیز خوب رو فراهم کنی یا یک چیز کاربردی رو فراهم کنی in place of something، به جای یک چیز دیگه، به جای یه چیز دیگه ای. To make someone feel better تا باعث بشه یک نفر احساس بهتری کنه به خاطر چیزی که قبلا شکست خورده یا از بین رفته. Compensate یعنی چی؟ جای خالی یه چیزی رو پر کردن، جبران کردن، بهتر کردن شرایط. برای مثال Nothing will ever compensate for his lost childhood. میگه هیچ چیزی نمیتونه اون جای خالی که توی دوران جوانی بچگیش از دست داده رو پر کنه یا جبران کنه. هیچ چی نمیتونه اون دورانی که از بین رفته، دورانی که از دست رفته از دوران بچگیش رو جبران کنه. compensate یعنی جبران کردن. I took her swimming to compensate for having missed out on the cinema. میگه من اونو بردم به شنا برای اینکه جبران کنم به خاطر اینکه نتونستیم به سینما بریم. سینما رو از دست دادیم، فیلمو از دست دادیم، ناراحت بود، می‌خواستم براش جبران کنم. I took her swimming یعنی که بردم شنا to compensate for having missed out on the cinema. برای اینکه سینما رو از دست دادیم، فیلمو از دست دادیم، بردمش به استخر برای اینکه compensate یعنی که جبران کنیم، حالشو بهتر کنم. اینجا هم اول یه چیز منفی از ماهی گفت. گفت این ماهی خیلی کوچولوئه، مثلا دیده نمیشه، یعنی هیچ جثه‌ای نداره، ولی واسه جبران این قضیه میخواد یه چیز خوب ازش بگه. But compensate ولی واسه جبران این نقطه ضعف. He is probably nature's greatest artist. میگه ولی احتمالاً اون بهترین هنرمند طبیعته، یا بزرگترین و بهترین هنرمند طبیعته. To grab a female's attention اینا میخواد مخ بزنه همش، صبح تا شب این حیوانا دارن مخ میزنن. To grab a female's attention برای تصاحب کردن یا گرفتن جذب. Grab attention، get attention این توجه کسی رو گرفتن. To grab a female's attention تو توجه یک خانم رو به خودش بگیری یا جنس مؤنث رو به خودش بگیره برای اینکه این کارو بکنه. He creates something that almost defies belief. میگه اون یه چیزی خلق میکنه که تقریبا defies belief، باور رو به سخره میگیره. حالا defies به چه معنیه؟ بریم defy رو بررسی کنیم. defy کلمه آخر یک فعله. To refuse to obey a person, decision, law, situation, etc. یعنی که خودداری کنی از اطاعت کردن یک شخصی، تصمیمی، قانونی یا شرایطی. defy یعنی یه جوری مقابله کردن، خب ممانعت کردن. برای مثال The fact that aircraft don't fall off the sky always seems to me to defy the law of gravity or to act against، یعنی که برخلاف یه چیزی عمل کردن. میگه که این حقیقت که هواپیما هیچ وقت از رو آسمون نمیفته زمین همیشه به نظر من داره برخلاف قانون جاذبه عمل میکنه. It seems to me to defy the law of gravity. Defy یعنی که یه جورایی تضاد نیروی جاذبه رو، نیروی جاذبه رو نقص میکنه، با نیروی جاذبه ممانعت میکنه، مخالفت میکنه، خب برخلافش داره عمل میکنه. برای همین اینجا هم چی میگه؟ میگه he creates something that almost defies belief. میگه با اینکه خیلی کوچیکه بهترین آرتیست طبیعته، به خاطر اینکه برای اینکه جذب کنه توجه یک خانم رو
یه چیزی خلق میکنه که تقریبا بر ضد باوره. این بهترین جمله شه، بر ضد باوره. خب یعنی شما واقعا باور، شما باورت نمیشه، این چیزی عجیبه واقعا. هم همین حالا من نمیتونم تو ویدیو بذارمش، ولی تونستید مستند ببینید یه چیزی رو زمین با هم یه ذره جستش درست میکنه که مهندسای ما نمیتونن درست کنن. واقعا اینو میبینه آدم گوس بام میزنه. خب رفقا ویدیو دوم هم بررسی کردیم، امیدوارم لذت برده باشید. لغاتی که داشتیم: brutal یعنی خیلی خشن، بیرحمانه. privilege برتری، برتر بودن. privilege access دسترسی برتر. dull یه چیز خسته کننده و هیجانی نداره. boring. invisibility یعنی نامرئی بودن، یعنی قابلیت نامرئی بودن. خود نامرئی میشه invisible. compensate یعنی جبران کردن، جای خالی یه چیزی رو پر کردن. دفاع یعنی که برخلاف یک چیزی عمل کردن، یه چیزی رو نقص کردن. خب امیدوارم لذت برده باشید بچه ها. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما نظرتون تو کامنت ها بگید، لایک کنید ویدیو رو لطفا و کانال رو سابسکرایب کنید اگه نکردید، زنگ نوتیفیکیشن رو بزنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی. Unfortunately, this small Japanese pufferfish is dull almost to the point of invisibility. But to compensate, he is probably nature's greatest artist. Grab a female's attention, he creates something that almost defies belief.